زنان عزیز، اشرف نشان ها، یاران دلیر و خستگی ناپذیر مقاومت، درود و سلام بر همه شما. در این اجتماع پرشور شما شرافت و پایداری ملت ایران را بیان می کنید. ایستادگی و ایمان مقاومت و ملتی را بیان می کنید که برای کسب آزادی و در دفاع از رشیدترین فرزندان خود و تمام وجود به مبارزه برخواسته است. امروز باز هم شخصیت‌های والا مقامی از برگزیدگان جامعه آمریکا در کنار شما اینجا حضور دارند. به همین دلیل به آقای اوباما می‌گوییم به سخنان آنها گوش دهید و ببینید چگونه قانونگذاران در کنگره و سنا و دولت مردان آمریکا در دولت‌های مختلف در کنار ایرانیان به اعتراض برخواسته و با حرکت شجاعانه امروزشان حمایت خود را از اشرف و مردم ایران نشان می‌دهند. آقای پرزیدنت، به اعتراض‌های آنها پاسخ دهید که می‌پرسند چرا رئیس یک دولت دست نشانده رژیم ملاها در کاخ سفید پذیرفته شده است؟ چرا با این دیدار بر سیاستی صحه می‌گذارید که عامل قتل عام، آدم کشی و بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر است؟ و چرا با این سیاست غیر مسئولانه پشتیبان یک فاجعه انسانی و نقض حقوق بشر در عراق می شوید؟ آنها قبل از هر چیز برای دفاع از صلح و امنیت جهان که توسط رژیم آخوندی به خطر افتاده به اعتراض برخواستند. همصدا با آنها و همصدا با نمایندگان محترم کنگره، آقای فیلنر، خانم چو و شخصیت‌های عالی مقامی مانند وزیر تامریچ، فرماندار رندل، آقای لوئیس فری، نماینده پاتریک کندی و سناتور توریفلی و از جانب مردم و مقاومت ایران به آقای اوباما می‌گوییم سیاستی را که سود برنده اصلی آن فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران است متوقف کنید. همین حالا آن را متوقف کنید. اگر در بخبوهای بهار عرب میخواهید از یک دیکتاتوری در عراق جدید حمایت کنید، نام آن را دموکراسی نمونه خاورمیانه نگذارید. آیا دولتی که دو بار به قتل عام مجاهدان اشرف دست زده و مسئول انبوه کشتار مردم عراق است دموکراسی نمونه است؟ دولت مزبور از یک طرف عراق را تویول ولایت فقیه کرده است، از طرف دیگر قتل عام ساکنان اشرف را به بهانه حق حاکمیت ملی توجیه می کند.